گزارش های منتشر شده که نشان می پلیس بریتانیا در حال حذف اصطلاحات اسلام ستیزانه ای مانند تروریسم اسلامی و جهادی از گزارش های خود است به گزارش شیه به نقل از روزنامه تایمز در این اصلاحات برای مثال تروریست های عامل بمبگذاری مترو لندن در سال 2005 می توانند پیروان ایدئولوژی اسامه بن لادن نامیده شوند و در توصیف عوامل حمله لندن در سال 2017 از اصطلاح تروریست های سوء استفاده گر از مبانی اسلامی استفاده می شود این موضوع طی نشستی آنلاین با حضور رئیس ملی پلیس پلی با حضور رئیس ملی پلیس مبارزه با تروریسم و با حضور بیش از 70 نفر از بازماندگان حمله های تروریستی بستگان قربانیان دانشگاهیان کارشناسان و گروه های مدافع حقوق بشر مطرح شده بود انجمن ملی مسلمانان پلیس بریتانیا خواستار این تغییرات شده است این انجمن استفاده رسمی از کلمات اسلامگرا و جهادی برای تروریست ها و سنی های تون رو را عامل تبعیض و اسلام حراسی توصیف می کند با این همه پلیس به روزنامه تایمز گفت که این اصلاحات هنوز به طور قطعی انجام نشده است در این حال نیک آدامز از مقامات پلیس بریتانیا و از اعضای برنامه جلوگیری از افرادگرایی بریتانیا گفت در حال حاضر ما هیچ برنامه برای تغییر اصطلاحات موجود نداریم اما از بحث و مشارکت در این زمینه استقبال کرده ایم